عشقای من سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه تو این ویدیو میخوام راجع به گیاهای دارویی باتون صحبت کنم که آرامش بخش اعصاب هستن و به سلامت اعصاب و روانتون خیلی کمک میکنن. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. مثل همیشه اگه به موضوعات پوست مو سلامت زیبایی علاقه مندید، حتما کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت برای من بنویسید. بچه اولین گیاهی که میخوام بهتون معرفی کنم گیاه دم شیر هستش. گیاه دم شیر یکی از گیاهایی از خانواده نعنا محسوب میشه و خیلی برای کسایی که احساس اضطراب و ضعف میکنن فوق‌العاده هستش. برای مقابله با اضطراب کافی 2 تا 3 بار در روز نصف تا 1 قطره چکون از عصاره این گیاه رو مصرف کنید. برای خرید این گیاه هم بچه میتونید از عطاری ها کمک بگیرید. بعدی خوردن کاسنی هستش. بچه کاسنی به عنوان یک داروی مسکن شناخته میشه که اضطراب کاهش میده، ذهن رو کاملا آروم میکنه. عصای ریشه کاسنی به دلیل خاصیت آرامش بخشی که داره به خواب راحتتون کمک میکنه. درست باعث جلوگیری و خطر ابتلا به بیماری قلبی، مشکلات هورمونی کاملا اوکیش میکنه. علتیتون باشه بچه، مصرف کاسنی در دوران بارداری کاملا غیرمجاز هستش که باعث احتمال سقط جنین میشه. به خاطر همین ترجیحاً کاسنی و اگر باردار هستید میل نکنید. گیاه بعدی کاواکاوا هستش و بهش میگم فلفل استرالیایی، که بچه این گیاه هم کاملا اون خشم و ناراحتی و عادتون رو دور میکنه و کافیه که 1 قطره چکون از عصاره این گیاه رو توی آب گرم بریزید و بعد اونو هم بزنید و در نهایت استفاده کنید. سعی کنید که تا میتونید از این درس گیاه بیشتر از 3 بار در طول روز مصرف نکنید. کسایی که مبتلا به هپاتیت هستن یا بیماری های کبدی، خوردن این قضیه براشون من داره و کسایی که باردار هستن باز دوباره من دارن. و یادتون باشه که بچه این گیاه همراه با الکل نباید مصرف بشه تحت هیچ شرایطی، چون عوارض خیلی خیلی بدی داره. بعدی ماریجوانا هستش یا بهش میگن گیاه شاخدانه. بچه البته استفاده از این گیاه کاملا غیر قانونیه، چون خطرات جدی و برای سلامتتون داره. در از این گیاه باعث کاهش تنش تو بدنتون، در کاهش سردرد میشه. و اینکه برای کسایی که خیلی اضطراب شدیدی دارن خیلی جالب نیست، اما بچه ها به دلیل اعتیادی که این دارو تو بدنتون ایجاد میکنه بدون توصیه پزشک لطفا این دارو اصلا مصرف نکنید، چون ممکنه خدای نکرده معتاد بشید و اعتیاد پیدا کنید به این قضیه. بعدی بادوان جبویه هستش که به صورت یک گیاه مصرف میشه که بچه تو عطاریا هست. میتونید به صورت دمنوش اون رو تهیه کنید یا خود گیاه خشکش رو بگیرید، توی یک فنجون آب جوش اضافه کنید و بذارید به مدت 5 تا 10 دقیقه بمونه. برگا رو بیرون بیارید و اونو با عسل میل کنید. استفاده از این بچه و اصابه در طول یک روز بیشتر از 3 بار امکان پذیر نیستش و 1 تا 5 قطره چکون هم از اصابه اون برای درمان درست مسائل عصبیتون کاملا اوکی هستش. بعدی شیوه دانه جوی دوسر هستش که بچه شیوه دانه جوی دوسر اصابه جوی دوسر کامله که فقط توسط گیاه جوی دوسر هنگامی که دانه تولید میشه. این گیاه پایه های احساسی متعادل تری ایجاد میکنه و کسایی که استرس بیماریشون دچار سندروم روده تحریک پذیر هستن، تپش قلب دارن و افزایش فشار خون هستن، انتخاب عالی برای درمان این قضیه هستند. یعنی کسایی که به حال سندروم بوده تحریک پذیر دارن یا تپش قلب دارن بهترین کیس برای خوردن این گیاه هستن. کافیه 4 قطره چکون از عصاره این گیاه رو 3 تا 4 بار در طول روز مصرف کنید و مصرف رو بهتره تا 6 ماه ادامه بدید. ولی باز با این شرایط بچه‌ها اگر که با خوردن این گیاه‌های آرامش بخش
آروم نشدید، بهتره که جهت مشاوره به یک روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنید و شاید لازم باشه که دارویی برای این قضیه برای شما نوشته بشه. و نکته بعدی، اگر در اصل گیاهای دارویی آلرژی و حساسیت دارین، لطفاً قبل از اینکه تو حجم خیلی زیادی این گیاه‌ها رو به صورت دمنوش بخواید میل کنید، حتما یه مقدار تست کنید، یه مقدار تست شدهش رو میل کنید. اگه آلرژی نداشتید بعد لطفاً بقیه دمنوشتون رو میل کنید. امیدوارم که همیشه تندرست و سالم باشید. بهترین ها براتون آرزو میکنم. لایکیتون نره. اگر شما هم با حل مناسبی دارید خوشحال میشم تو قسمت کامنت برای من بنویسین. و اگه تا الان کانال یوتیوب هم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید تا ویدیو جدید براتون گذاشتم حتما براتون بیاد. مرسی.